سلام گرم و صمیمانه من به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید. امیدوارم خوب و سلامت باشید. به برنامه گفتگو نگاه میکنید که من سیما بهاری و همکارم جمیل فرزان تقدیمتون میکنیم. موضوعی رو که انتخاب کردیم میدونم موضوع بسیار بزرگیه، میشه ساعتها در موردش صحبت کرد، ولی توی این مدت کوتاهی که ما در اختیار داریم سعی میکنیم به جنبه هایی از موقعیت جمهوری اسلامی چه در داخل چه در سطح بین المللی نگاهی بیاندازیم. جامعه ایران خیلی واضحه که یک صفبندی تمام عیار رو در خودش داره. تقابل مردم با جمهوری اسلامی بسیار آشکار هست. جمهوری اسلامی برای خمینی روزهای عزاداری میذاره، تعطیلات اجرا میکنه و مردم دسته دسته به شمال کشور کنار دریا میرن برای تفریح و جمهوری اسلامی مجبور میشه 7000 نیروی انتظامی رو به کار بگیره تا بتونه کنترل بکنه وضعیت رو در شمال ایران. از یه طرف دیگه مثلا میبینیم که مادر یکی از کشته شدگان انقلاب زن زندگی آزادی سیاوش محمودی بالای قبر بچهش درخت میکاره، میان قطع میکنن درخت رو و مادر این عزیز از دست رفته با ابتکار میاد به درختا روبان قرمز میبنده و این تکثیر میشه، مردم دیگری تکرارش میکنن. ربخانها در بجنورد تجمع میکنن و خب طبعا مورد حمله قرار میگیرن. به هر حال اگر جنبه های مختلفی رو بخوایم در ایران نگاه بکنیم میبینیم فقط صحنه های کشمکش و تقابل مردم با جمهوری اسلامیه. اوضاع بین‌المللی هم همچین آروم نیست. توی این اوضاع احوال جمهوری اسلامی انتخابات رو هم پیش رو داره. مصطفی صابر مهمان برنامه ما هستند تا به یک سری از سوالات ما پاسخ بدن. سلام میکنم به شما مصطفی صابر، خوش اومدید به برنامه گفتگو. با سلام به شما و بینندگان، متشکر که منو دارید. خب میخواییم خیلی کلی نگاه شما رو ببینیم. اوضاع احوال جمهوری اسلامی واقعا داخل ایران چجوریه؟ خود حکومت رو میگم. به قول لوری میگه قرم خروه. من جد آبادان لورم، مثالی دارن لورا و وقتی اوضاع خیلی بده میگن قرم خروه، یعنی تفنگ کار نمیکنه. اوضاع جمهوری اسلامی اینجوریه، یعنی شدیداً تحت محاصره مردم ایران هست و خیلی آشکار واضحه که جمهوری اسلامی با زحمت بسیار تونسته انقلاب زن زندگی آزادی رو از خیابونا جمع بکنه، با جنایت وحشتناک، با اعدام ها، با دستگیری ها، با چه میدونم اعلان جنگ علیه زنان، ولی این انقلاب همچنان حاضر، همچنان در روحیه مردم که شکست نخوردن و مصممن که جمهوری اسلامی را از سر راشون بردارن. این رو در همه جوانب زندگی اجتماعی و سیاسی ایران میشه دید. مثالایش رو خود شما گفتید در مقدمه صحبتتون و این هست که وضعیت جمهوری اسلامی قبل از هر چیز بر این اساس تعریف میشه که مردم همچنان مصممن که جمهوری اسلامی را از سر راهشون بردارن، سرنگون بکنن، پایین بکشن و یک زندگی دیگه بدون جمهوری اسلامی درست کنن تو اون سرزمین. و جمهوری اسلامی هم داره تمام تلاشش رو میکنه که شاید بتونه خودش رو نگه داره و با تناقضات و مشکلات زیادی هم روبرو هست. تا اونجایی که به خود وضع جمهوری اسلامی و مثلا درونش برمیگرده یا موقعیت بین‌المللیش برمیگرده، اون هم میشه جداگانه صحبت کرد. موقعیت درونی خودش هم اصلا تعریفی نداره. رقابت ها و کشمکش های جناهای مختلف و گروه های مختلف و اینها همچنان جریان داره و اون هم هر کسی میتونه ببینه. توی این وسط رئیسی جلاد هم که سقوط کرد
بالاخره مسئله جایگزینی اون را هم مطرح کرد که توی همون ماجرا هم باز دوباره این رو داریم میبینیم که حتما چطور مردم صحبت میکنیم در از مورد این فرصت. در مورد انتخابات حتما مجزا صحبت میکنیم. یه ذره میخوایم که مفصلتر نگاه کنیم به انتخابات و بالاخره وضعیتی که هست. اما اجازه بدید، خب شما توی صحبتاتون راجع به موقعیت مردم هم کم و بیش صحبت کردید، ولی من میخوام به طور مشخص بگیم که مردم کجا ایستادن. آیا اینی که ما صحبت میکنیم مردم مصممن که پیش برن همه مفهوم رو میرسونه، یا باید به یه نکات دیگه ای اشاره کرد؟ به نظرم ما، از نظر من، ما چندین مورد دیگه هم توی شرایط شبیه این بودیم. بعد از آبان 98 بود، باز ما توی این شرایط بودیم. 96 ما باز بعدش توی این شرایط بودیم. یعنی منظورم شرایطی است که مردم میان به خیابونا میریزن و سعی میکنن جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن و نمیتونن. و چی میشه؟ یعنی اگه بخوایم از تاریخ همین نزدیک خودمون درس بگیریم، اتفاقی که میفته اینه که مردم مبارزشون رو ارتقا میدن، توی ابعاد دیگه ای دوباره جلو میان. به نظر من تا اونجایی که به مردم برمیگرده همین اتفاق الان هم داره میفته و من انتظارم این هست که در آینده نه چندان دور دوباره مردم به توی ابعاد وسیع‌تر و گسترده‌تری علیه جمهوری اسلامی بلند خواهد شد. الان چه داره میگذره؟ الان به نظرم اون سوخت و ساز درونی، اون به اصطلاح متابولیسم درونی خود این انقلاب و تلاش مردم واسه ارتقای این انقلاب در جریان هست. روابط گسترده تری بین مردم به وجود میاد، شبکه های بیشتری ساخته میشه، انقلاب به نظر من به سمت سازماندهی بیشتر میره و نیروهای مختلف، جبهه های مختلف این انقلاب خودشون رو آرایش بهتری میدن واسه اینکه به میدون بیان. برای مثال فرض کنید در بین مثلا کارگرها، بازنشسته‌ها، دانشجوها، جوانها، در شبکه‌های اجتماعی، در محافل و خانواده‌ها، در محله‌ها، در همه این جاها به نظرم داره به اصطلاح روابط مردم گسترش بیشتری پیدا میکنه. روابط و شبکه‌های بین خود مردم داره گسترش بیشتری پیدا میکنه و دارن آماده میشن واسه اینکه دور دیگه، نه اینکه، منظور من این نیست که همه میدونن چه وقت چه روزی این قضیه اتفاق میفته، هیچ که نمیدونه، ولی در یک بزنگاهی با یک جرقه دوباره مردم میریزن سر حکومت. مثل مثلا فرض کنید مرگ مهسا ژینا امینی که دیدیم چطوری اون جرقه او تبدیل شد به یک آتش گسترده و وسیع در سراسر ایران. به نظرم این بار هم این اتفاق میفته و این بار که این اتفاق میفته مردم تجربه 88 رو دارن. پیشروی هایی که در 88 صورت گرفته مبنای حرکت بعدی، یعنی نقطه شروع حرکت بعدی مردم خواهد بود. توی 88 میگم توی انقلاب زن زندگی آزادی مردم پیشروی های خیلی زیادی کردن، دستاوردهای خیلی گسترده داشتن که راجبش زیاد صحبت کردیم، ولی الان ما میدونیم که چجور از تبریز و سنندج تا اهواز و زاهدان تا مشهد تا اصفهان و شیراز و همه اینها مردم متحدن با یک شعار بسیار جالب و بسیار عمیق و انقلابی، اونم زن زندگی آزادی. مردم این تجربه رو دارن، این صف رو آلردی فلحال تشکیل دادن و حالا بستگی داره به اینکه در چه شرایطی، در به چه صورتی این نیروی عظیم خفته در جامعه ایران که در کار است، در کار
حرکت است، مثل یک آتش فشانی که میقره و هنوز به اصطلاح فوران نکرده، به نظر من فوران خواهد کرد. بله. این تصویری که من از وضعیت مردم ایران دارم. بله. خب و اما در این شرایط با این وضعی که شما تعریف کردین و قابل دیدن هم هست، جمهوری اسلامی داره میره پای انتخابات. خیلی معلومه که رژیم میترسه. به خاطر این خط و نشون میکشن. خامنه ای میگه حواستون باشه که چی از همدیگه میگین، کاندیداهای مختلف راجع به همدیگه چجوری صحبت میکنن و احتمالاً افشاگری نکنین. دارن کنترل مطبوعات رو و فضای مجازی رو تو دستشون میگیرن و میگن اگر تشویق کنید مردم رو که نیان پای صندوقای رأی، این جرم محسوب میشه و فضایی که فکر میکنم کم و بیش هممون میدونیم. خوبه صحبت بکنیم راجع به اینکه چه چالش هایی رو توی این شرایط قرار حکومت تجربه بکنه. چالش ها شاید بشه دو دسته عمده تقسیمشون کرد. یکی چالش هایی که درون خودشون و رقابت های درون خودشون دارن. بالاخره اینا هرچی که یعنی از همون روز اول جمهوری اسلامی ها رو بسه اون جوان تراشد زیاد عوضشون نباشه، همیشه در بین در بین جناهای مختلف جمهوری اسلامی جنگ و دعوا بوده و اینا با خون و خونریزی و زد و خورد تونستن خودشون نگه دارن. از داستان بازرگان بگیر تا بنی سعد بگیر تا خاتمی بگیر تا همشون، هی هی تا رفسنجانی بگیر تا دائم اینا با جنگ و دعواهای بین خودشون و گاهان به صورت خونین و حذف کردن و اینها تونستن این دعواهای بین خودشون رو حل فصل بکنن. الان هم همین ماجرا به صورت دیگه خود شد تکرار میکنه و سر قضیه تعیین جانشین واسه رئیسی و رئیس جمهور بعدی این مسئله هست و این یه نگرانی واسه جمهوری اسلامی و نگرانی اصلی هم از اینه که کوچکترین به صلاح استکاک و تناقضی که اینا با هم پیدا میکنن این وحشت رو به وجود همشون میندازه که نکنه یه جایی شکافی چیزی باز بشه، مردم وسط این شکاف وارد بشن و کار جمهوری اسلامی رو یکسره کنن. در نتیجه دعواهای بین خودشون و کشاکش‌های بین خودشون یه مشکل و معضل جمهوری اسلامی است. اما جنبه دومش خیلی مهمتره، اونم اینه که اینا به شدت از مردم میترسن، همونطور که تو صحبت قبلی صحبت کردیم، و در نتیجه نگرانن که نکنه تو این فضا مردم استفاده از این فضا بکنن. برای مثال الان هم شما گفتید که چطور اینا مثلا مطبوعات رو میخوان کنترل کنن، رپرا رو میگیرن، توی تبریز هم رفتن گرفتن یا فعالین سرشناس رو تو اردبیل رفتن گرفتن و سعی میکنن فضای اختناق و سرکوب رو نگه دارن. ولی تو همین فضا برای مثال فرض کنید شما دارید میبینید که مثلا نرگس محمدی از درون زندان تقاضای این رو میده که علیه تعرض جنسی و اینها همه اعتراض بکنن، خواهان این شید دادگاهش علنی باشه و جامعه جواب میده بهش و جامعه در حال جوش و خروش هست. میخوام بگم همون صحبتی که در ابتدا هم گفتم، یک وضعیت ویژه ایران داره که یک جامعه هست که در جنب و جوش آشکار هست واسه اینکه جمهوری اسلامی رو از سر راه خودش برداره. رژیم هم اینو میدونه و انتخابات رژیم هم میتونه شرایطی فراهم بکنه که یه جایی یه بهانه دست مردم داده بشه. یعنی جمهوری اسلامی تو این وضعیته و انتخابات هم واسش این جایگاه رو داره که چجوری از این تهدید بالقوه که علیهش هست جون سالم به در ببره. فکر میکنم انتهای صحبتمون حتما به این بهانه برمیگردیم که مردم چجوری میتونن از این بهانه استفاده بکنن. اما اجازه بدید یک نگاهی بیاندازیم به وضعیت جمهوری اسلامی در سطح بین المللی. چه مثبت چه منفی، یه موقعیتایی داره که آدم احساس میکنه که موقعیت خوبی داره وقتی که بایدن
نتانیاهو رو تهدید میکنه، میگه اگر با لبنان در بیفتی ممکنه جمهوری اسلامی بیاد وسط. نمیدونم این یعنی مثبت برای جمهوری اسلامی یا چی، منظورشون چیه؟ کلا میخوام ببینم نگاه شما چیه. ببینید، خب در موقعیت بین المللیش این جنگ جنایتکارانه و وحشتناکی که در غزه ادامه داره و خود جمهوری اسلامی هم در شروع این جنگ سهم داشت و دست داشت و حامی اصلی حماس هست، الان همه کس میدونه، این کلن یک جنگ جنایتکارانه و ارتجاعی و ضد بشری از هر دو سو و به زیان مردم فلسطین، به زیان مردم، زیان که چه ارز کنم، قتل عام و نسل‌کشی مردم فلسطین، به زیان مردم اسرائیل، چون باعث تحکیم و تثبیت نتانیاهو میشه که نمیخوانش، تا قبل از این جنگ میخواستن بندازنش، و به نفع جمهوری اسلامی هم تمام شده تا اینجا. این رو باید اعتراف کرد که این جنگ جنایتکارانه و ضد بشری به نفع جمهوری اسلامی هم هست. یه موقعیت متفاوتی به جمهوری اسلامی داد مجموعاً توی توازن قوای بین‌المللی، که خب باید حواشو داشت، باید مراقب بود که چجوری باش برخورد کرد، به خاطر معادلات بین‌المللی و موقعیت حساس بین‌المللی. یک به اصطلاح شرایط بقای واسه جمهوری اسلامی به وجود آورد یا تقویت کرد اون جنبه رو. این یک عرضه به منه از موقعیت بین‌المللی جمهوری اسلامی. ولی در این حال واسه غرب و واسه دنیا، غرب و شرق که بدتر، منظورم نیروهای مثل روسیه و چین که 100% پشت سر جمهوری اسلامی هستن، غرب هم داره نگاه میکنه ببینه که به اصطلاح جمهوری اسلامی چقدر میتونه خودشو ادامه بده و چقدر میتونه ثبات رو حفظ بکنه یا نقش ایفا بکنه در ثبات. در نتیجه غرب هم داره با مماشات با جمهوری اسلامی نگاه برخورد میکنه، در این که میفهمه و میدونه که یک انقلاب عظیمی در ایران در جریان این انقلاب زن زندگی آزادی رو اونا هم به خوبی میبینن و میفهمن و متوجهش هم هستن. برای مثال شما فرض کن تو همین اوضاع احوال مثلا جایزه مهم توی چیزو توی اسلواکی رو توماس صالحی میبره و دائم داره مسئله مثلا توماج رو مقابله با حکم اعدام توماج تو سطح بین‌المللی مطرح میشه و منظما انقلاب زن زندگی آزادی حضور داره در به اصطلاح تعیین مناسبات بین‌المللی و غرب توجه داره به اینکه مردم به هیچ وجه این حکومت رو نمیخوان و این حکومت دولت مستعجله. ولی در شرایط فعلی تا اونجایی که اینا، من صحبتتون رو قطع میکنم مصطفی صابر، همینجا دلم میخواد که یه اشاره بکنین به موضع‌گیری که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با جمهوری اسلامی داره. اون چه جایگاهی داره؟ فکر میکنید اصلا تاثیرش میتونه چی باشه؟ خب اون الان جمهوری اسلامی داره میتازه توی عبور کردن از همه موانعی که آژانس بین‌المللی اتمی واسش تعریف کرده و خیلی هم به اصطلاح شونه بالا میندازه و جواب سر بالا میده به آژانس بین‌المللی، و آژانس بین‌المللی و به خصوص کشورهای اروپایی دارن سعی میکنن که مقدار مهار بکنن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو، و این آمریکا هست که میگه حالا یه مقدار زیاد به اون قرص و محکمی اروپا نیمد پای همین قطعنامه اخیری که آژانس بین‌المللی اتمی داد، حالا به خاطر میگن به خاطر انتخابات داخلی خودشون هست و اینا به نظر من فرعی تره. نکته اصلی این هست که
داشتم توضیح میدادم، تا اونجایی که جمهوری اسلامی قدرت سرکوب و بقا داره و میتونه عامل تاثیرگذاری در منطقه باشه، غرب همینجوری باش کجدار و مریض کنار میاد. میخوام این نتیجه که میخوام بگیرم اینه که نکته اصلی در موقعیت بین المللی جمهوری اسلامی هم باز همین انقلاب زن زندگی آزادی در ایران تداومش و اینکه در چه شکلی دوباره خودشون نشون بده این هست که تعیین کننده است. و این واسه مردم ایران، به نظر مردم ایران هم این رو میدونن و میفهمن که مسئله جمهوری اسلامی تعیین تکلیفش به دست مردم، خود مردم ایران هست و همه دنیا یه جورایی منتظره که ببینه سرنوشت این حکومت چی میشه. بله. حتی اونایی که از جمهوری اسلامی حمایت میکنن مثل چین و روسیه هم میدونن که این یک موقعیت، یک دولت مستعجل هست و همچین همه تخم‌مرغ‌هاشون رو تو سبد جمهوری اسلامی نمیذارن. این موقعیت بین‌المللی جمهوری اسلامیه که باز فاکتور تعیین کننده توش موقعیت داخلی و رابطهش با مردم هست. بله. خب من توی صحبتاتون گفتم برمیگردید به اون بهانه. یه مقدار راجع به این استفاده از این بهانه شما صحبت کردید، ولی خوبه در پایان صحبتامون بگیم که این فضا چه کار باید مردم بکنن که بهترین استفاده رو از این موقعیت بکنن برای پیشبرد همون انقلاب زن زندگی آزادی. راستش خیلی مشخص اگه یعنی بگی من زیاد فایده نداره چون مردم خودشون دارن کار خودشون میکنن، ولی معمولا توی تجارب گذشته که مردم دارن، خب الان داریم میبینی هر، یعنی اینجوری بگم، هر خیابون، هر محل، هر بازار، هر محل رفت و آمد مردم یه عرصه نبرد هست. از حجاب زنا بگی که خاری در چشم جمهوری اسلامی که موهاشون رو بریزن بیرون و لباسهایی که دوست دارن بپوشن، ببخشید، تا هر مسئله دیگه، تا چه میدونم رپرا که رپ میخونن یا کسایی که موسیقی مینوازن در خیابون یا در کنسرت ها یا این ور اون ور، همه عرصه های زندگی اجتماعی به نظرم صحنه نبرد هست. بازنشسته ها که دائم میان تو خیابون، توی کارگرها که بعد دستمزدشون رو بالا ببرن، مثل کارگرای نفت که کارگرای پیمانی نفت، یا فرض کنید نمونه باز برجستش یکی از رهبران کارگری سنندج متاسفانه فوت کردن اخیراً در به خاطر سکته و این مراسم خاکسپاریش تبدیل شد به یک محلی برای نمایش اعتراض مردم به وضعیت جمهوری، به وضعیت کنونی و جمهوری اسلامی. خواهم میگم همه جوانب زندگی اجتماعی الان تو ایران به صلاح جبهه نبرد بین مردم و جمهوری اسلامی. خب مردم چیکار باید بکنن؟ میگم دارن خودشون هم این کارو میکنن، از هر فرصتی چه تو فضای واقعی و چه تو فضای مجازی استفاده میکنن واسه اینکه جمهوری اسلامی رو عقب برونن، استفاده میکنن واسه اینکه خودشونو متحد و منسجم تر بکنن. انتخابات هم این فرصت رو به صورتهای مختلف میده. یعنی نکات مشخصی رو شاید مثلا بشه میگی خوبه الان ما صحبت کنیم راجعش. فرض کنید این قالیباف، چی بگم که شایسته این تلویزیون باشه، آدم پست و بیشرف و آدمکش اومده واسه به اصطلاح کمپین انتخاباتی خودش گفته که من به در دولت آتی مسئله مهاجرین افغانستانی رو حل میکنم اینا، یعنی افغانستان ستیزی رو گذاشته در محور مثلا تبلیغات انتخاباتیش که فعلحال بارها و بارها از طرف مردم ایران جواب گرفته این تشبثات و این تلاشا واسه اینکه بخوان مردم به جون هم دیگه بندازن و یا رأی جمع بکنن.
مثلا خود همین من مطمئنم با عکس العمل شدید جامعه ایران روبرو خواهد شد و همه یک صف متحد خواهند شد علیه جمهوری اسلامی و عیادش. یا مثلا احمدی نژاد وقتی که آمد خودش رو اعلام کاندیداتوری کرد، بلافاصله موج وسیعی از متلک و جوک علیه این جنایتکار دیگه که قاتل ندا آقا سلطان ها و خیلی های دیگه هست شروع شد در فضای مجازی. و میگم یه اومدن این یه فرصتی به مردم داد که 88 رو یاد بیارن، جنایت های جمهوری اسلامی رو یاد بیارن و آموزش بدن به نسلی که اونو ندیده، برای مثال اون 88 و نسل خیلی جوانتر. و میخوام بگم از هر فرصتی مردم دارن استفاده میکنن که خودشون رو منسجمتر و متحدتر بکنن. در یک کلام باید انتخابات اینا رو سرشون خراب کرد، باید از هر فرصتی استفاده کرد، متحدتر و قویتر شد در مقابل جمهوری اسلامی و انقلاب زن زندگی آزادی رو پیش برد. پاسخ ما به این انتخابات مسخره و مسحکه، انتخاب یعنی انتصاب جلادان، تداوم انقلاب زن زندگی آزادی است. خیلی متشکرم از شما مصطفی صابر. خواهش می‌کنم. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با مصطفی صابر در رابطه با اوضاع سیاسی جمهوری اسلامی، چه در داخل و چه در سطح بین المللی و مسئله انتخابات. امیدوارم بحث ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری با همکارم جمیل فرزان برای شما ساعات و لحظه های خوبی آرزو مندیم. پیروز باشید.